بس دیگه که همراه تلفن همراه یا گوشی از لحاظ تکنولوژی در خود افغانستان طفلا در پول پالیزی کسایی که کاروبار میکنن روزمروزه همراه گوشی همراه خود به تماس هستند. اینا چالش های در پولیزی مشکلات را که پیدا میکنن هم از دید شنوایی هم از دید بینایی و هم از دید ازی که خود قسمت سرویکس یا همی نک قسمت خود چیز گردن چون همیشه طرف پایین سیل میکنن یا به لپتاپ کار میکنن یا همراه خود تکنولوژی کامرا و موبایل و لپتاپ اینا چیز هستن کار میکنن مشکلات زیاد داره در جریان زندگی خود یا در جریان از این که اینا فعالیت می داشته باشند روز مروزه از فامیل دور می سازشان در پلیز و فشار کاری روحی روانی را برشان ایجاد میکنه که دیگه به شکل نرمال عادی که کار میکردن نتونن کار کرده و روز بروز تنبل می سازشان که یک چالش کلان نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای خارجی هم وجود داره در کشورهایی که پیشرفته تر از دوجه بیشتر تر است ولی بازم افغانستان قدر زیاده که ما استفاده میکنیم از تلفن یا موبایل یا سمارت فون یا لپتاپ یا آیپد که است اینا کلش از لحاظ طبی خصوصا جوانا کسایی که در قسمت تکنولوژی یا تلکومونیکیشن ها کار میکنن برای اینا یک چالش کلان دم روی است که از بابت اجرای کار وظیفوی برای اینا یا مشغل که دارن که در قسمت تکنولوژی کار میکنن مثلا مارکتینگ میکنن به قسمت سوشال میدیا یا مثلا دیگه بخش های کلیدی که چون نمو بخش تکنولوژی برایشان سپرده میشه او روز جنبی را برایشان میمانه خصوصا از طرف سمارت فونز، آیپد، لپتاپ کامپیوتر، کامرا، بعض وسایل دیگه که در تکنولوژی استفاده میشه او روز جنبی خود و سر زندگی از اینا تاثیر گذار است. استفاده از تلفن های هوشمند یا خود سمارت فونز هسته آیپد در پلی از دیگه بخش هایی که خود تکنولوژی یا پرازیت پخش میکنن شوا پخش میکنن یا فرگانس پخش میکنن یا به شکل از عادی که ما یک تلفن همراه همراه خود میگردانیم سر صحت ما، سر روان ما، سر فامیل ما، سر خود دندالی سر خود روان ما، سر خود فکر و اندیشه ما و علقه دوستایی که ما داریم هم بر سر از اونا تاثیرات داره و در پولیزی سر خود محیطی که ما معاشرت داریم هم دوستای ما، رفقای ما در بین دوستا، در بین رفقا همیشه وقت یک نزاکت یا سوء تفاهم پیدا میشه که هر دقیقه به تلفن خود سعی میکنن جانب مقابل کم پیشات احساس حقارت میکنه این چالش های است که استفاده بیشتر از خود تکنولوژی تلفن یا مثلا آیپد که استفاده میکنن سر روح و روان خانواده ها دوستا رفقا و فامیل تاثیرات میداشته باشه